بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. بینندگان عزیز و گرامی، از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در کربلای معلا خدمت شما عزیزان در جای جای جهان عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. با برنامه سرزمین عشق در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس محترم برنامه آیت الله موسوی زنجانی دامت افاضاته. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند، و تقبل الله اعمالکم ان شاء الله. علیکم السلام و رحمت الله. بینندگان عزیز، همونطور که استحضار دارید با برنامه سرزمین عشق و موضوع انحرافات و اعترافات در خدمت شما عزیزان هستیم. صحبت از تیه و سرگردانی امت اسلام هست. ببینیم امشب استاد چه شواهدی رو برای ما آوردن. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم طبق چند آیه صریح قرآن، حلقه های سلسله زنجیر تاریخ انبیا که بقیه هم تابعی از انبیا باید باشن، مشابه همه از قانون واحد تبعیت می کنند. آن قانونی که بر تاریخ حاکمه اینه: انبیا دین را که می آورند، در مرحله نخست انسانها، عقل انسانها کال نارس، ابتداءً به حرف انبیا گوش نمی کنند، در تیه می مانند و در سرگردانی و بحران. متن صریح قرآن در سوره مبارکه مائده آیه 24، 25، 26 که اصحاب موسی سپس امت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در تیه گرفتار شدند، هم هارون، هم موسی، هم یوشع. حضرت موسی پیغمبر بود، هارون علیه السلام هم پیغمبر بود، تابعی از شریعت مبلغ مبلغ شریعت حضرت موسی بود. دو سال هم سنش بزرگتر بود، دو سال هم زودتر فوت کرد. حضرت موسی هم فوت کرد، حضرت یوشع هم که وصی ابدی یعنی پس از مرگش بود بنده خدا، اون هم گرفتار شد. رسول خدا فرموده طابقا نعل به نعل، واعن به واع، ذراعن به ذراع، شبرن به شبر. ترجمه کنیم، ریزش کنیم، اندازش رو بگیم، سانتیمتر سانتیمتر، میلیمتر میلیمتر، گام به گام. حرکت صحابه صحابه من پیغمبر اسلام هم همان است، عین صحابه حضرت موسی، حضرت موسی است. علی هم به منزله هارون، اون هم گرفتار میشه. اگر یوشع هم گرفتار شد، آسیای بعدی من همچی گرفتار خواهند بود. گرفتاری ناشی از بحران جهل، عدم تبعیت از قانون الهی و نارس بودن عقول اصحاب و امت. فقط و فقط رسول خدا فرموده، این فقط مال رسول خداست، فقط پیروان علی ابن ابی طالبن که در اقلیت هستن، اینها هستن در مسیر حق. اکثریت منحرف خواهند شد تا با ظهور دین، با ظهور امام زمان بازسازی بشه. دوازدهمین وصی به حق رسول خدا. آفرین. خب این بود مطلب آغاز هر جلسه. این مسائل را تکرار میکنیم تا بینندگان عزیزی که تازه به قافله ما اضافه شدن متوجه باشن موضوع چیه. دومین نکته این است که گفته میشود چه ضرورتی داره این مباحث.
ما در جواب گفتیم چون این مباحث را نمیدانستیم گرفتار شدیم. می شود یک فرمول ریاضی، شیمی، فیزیک دیر وارد فضای علمی بشه. اگر این مسائل تحلیل می شد، جا می افتاد، بشر به این بدبختی گرفتار نمی شد. ما فرمول حرکت جوامع الهی را بیان می کنیم، شاید اتمام حجت بشود با رسیدن عقول بشری، بشر برگردد به قافله اصلی انبیا. این هم از ضروری ترین مباحث دنیای هم اسلام است هم غیر اسلام. باید فن و فرمول حرکت جامعه چی؟ شناخته بشه. بدبختانه، صد بدبختانه، در تمام دانشگاه‌های دنیا و محافل علمی هنوز میگن معلوم نیست تاریخ علم باشد. قانونمند نمی شود، سلیقه ها مختلفه، تابعی از اراده انسان ها و نخبگان جامعه. چون نخبگان مختلفت و سلایقن قانونمند نیستن، نمی شود هر چیزی که قانونمند نیست را علمی دانست. لذا تاریخ علم نیست. گفتیم قرآن فرموده، اتفاقا من میگم قانون داره تاریخ، اما دید شما کوتاه هست. دوره کمونیستی 70 و چند سال از بین رفت، فراعنه چند صد سال، بطالسه چند صد سال، کیاسره چند صد سال. این واحدها را میبینید، از واحدهای دیگر خبر ندارید. خدا میگه تاریخ علم است، قانونمند است، ضابطه‌مند است، بدان بدبخت نشو. تو گفتی ای انسان قانونمند نیست، من میتوانم وارد صحنه بشم و اثرگذار باشم. یعنی در حقیقت تاریخ تکرار میشود و اون چه برای ملت‌های گذشته اتفاق افتاده برای ملت‌های آینده هم اتفاق می‌افته و جا داره که انسان‌های قرن‌های بعد از قرن‌های قبل عبرت بگیرن و پند بیاموزن. بله، 100% درست. این رو هم اضافه بفرمایید. سوال میشه پس جبر، دترمینیسم تاریخی، در حقیقت قانون بشر طوری است که از اول تا آخر در اختیار خداست، ما بخواهیم نخواهیم این چنین میچرخه؟ جواب اینه، حلقه های زنجیره تاریخ با اراده انسان ها تغییر پیدا میکنه. خدا فقط علمش را به شما نشان میده. علم ازلی علت اسیان بودن نزد عقلا به غایت جهل بود. خدا خبر میده شما این چنین خواهید شد، این چنین تصمیم گیری خواهید کرد، این چنین تخلف خواهید کرد. نه اینکه خدا خبر داده، علم خدا تابعی از اراده انسان است. شما این چنین میشوید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این انسان ها هستند که اختیار میکنن و انتخاب میکنن و عمل میکنن. بله، البته آیه دیگری هست اینجا ما را تفسیر کرده به معنای نعمت. حالا نعمت هم اعمه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. چه نعمتی را انتخاب کنن، چه کسی را انتخاب کنن، چه کسی انتخاب نکنن. نعمت میتونه سرنوشتم اطلاق بشه. خب برگردیم به اصل موضوع. مطلب سوم ما هر جلسه این بود، گفتیم اهل بیت را آقایان مدافعین سقیفه خانه‌نشین کردن، سنت پیغمبر را آتش زدن، تفسیرهای قرآن را که علی بن ابی طالب منتشر کرده بود ممنوع کردن، آقای مقاتل ابن سلیمان را که متولد قرن اول دهی 70 و 80 در رأس حرم چی قرار دادن؟ مفسرین قرآن. مفسرین تفسیرش رو این حقیر واو به واو، کلمه به کلمه که 5 جلد بررسی کرده به نتیجه رسیده. این تفسیر میخواد بگه راسخون در علم یهوده، خیلی سریع، و راسخون فل علم، عالمان عمیق در فهم دین یهودی هستن، اولو العلم یهودی هستن، متقون یهودی هستن. الذین آیه چیه؟
و کفا بالله شهیدم بین و بینکم و من عنده علم آخرین آیه سوره رعد که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اون کسی که تمام اسرار الهی پیش اوست که قطعا علی ابن ابی طالب هست بنا به اعتراف کل علمای فعلی اهل سنت، آقای مقاتل بن سلیمان نوشته، یعنی یهودیا. درست؟ ما آمدیم به دنیا از اینجا شروع کردیم، آنتن جهانی دیگه ماهواره امام حسین. درست؟ بگیم آقای مقاتل ابن سلیمان نوشته ذیل آیه 108 از سوره بقره، همین یهودی هایی که ما اونها راسخ در علم میدانیم، ایشون میگه همین ها بودن رفتن پیش رسول خدا گفتن آقا اجازه بده به جای قرآن چی بخونیم در نماز؟ تورات بخونیم. تورات بخونیم، جمعه را تبدیل کنیم به چی؟ سبت. چیه؟ روز جمعه. به روز شنبه. به اومد سبت. به شنبه. درست شد؟ خب ما میگیم خب ممکنه سوال بشه آخر این یهودی چیه؟ تورات چیه؟ محتوای دین اینها چی هست که خاندان پیغمبر را نابود کردن اینها بیان؟ که این جناب مقاتل علناً و آشکارا آیات قرآن را واژگون میکنه و سعی میکنه که به نفع یهود تفسیر کنه. بله، این یهود چیه؟ یهود گفتیم چیه؟ هر شب 5-6 آیه از کتاب حضرت ارمیا بخوانیم، یکی از انبیای بنی اسرائیل، جزء عهد عتیق و توراته. یعنی تورات موجود. تورات موجود. درسته، تذکر خوبی دادید. ما اطلاعیه صادر میکنیم به این شکل شفاهی، چون این کتابی، چون این آیاتی مال انبیا نیست، جعلیه. آقایان اسرائیلی ها یعنی صهیونیست ها میگن نه نه نه، این همون کتابه، همین کتابه، حالا گوش کن. و اورشلیم را، بیت المقدس را، به توده ها و مأوای شغال ها مبدل میکنم، خدا میگه، و شهرهای یهودا را ویران و غیر مسکونی خواهم کرد. صهیونیست‌ها چی شدن؟ شغال. در کتاب مقدس خودشون. خودشون. خدا ملت برگزیده را شغال می‌نامد، تهدید می‌کند، تمام سرزمینتان را نابود خواهم کرد. خب کجا بود این؟ کتاب ارمیا علیه السلام، ابن حلقیا، باب 9 آیه 11. پس خداوند میگوید چون که شریعت مرا که پیش روی ایشان گذاشته بودند ترک کردند، این مفتضاش رد شده، من مجازاتشون کردم. پس آقایان صهیونیستا شریعت خدا را چی؟ ترک کردند. خب این هم باب 9 از کتاب ارمیا علیه السلام، آیه 13. خداوند میگوید که مسکن تو در میان فریب است. عجب، خدا به پیغمبری میگه مسکن تو وسط یهودیا، وسط کیا هست؟ افراد فریبکار و نیرنگ. بله. و از مکر خیش نمیخواهند که مرا بشناسند. اینم صهیونیستا، چون هیلگر و مکارن، صهیونیستا من خدا را نمیشناسند. باب 9 آیه 6. از این جهت یهوه سبایوت خدا، اینها صفت یهوهشون، خداشون سبایوت خداشونه. بله، خدای اسرائیل چنین میگوید اینک من افسنتین را خوراک، حالا چیه نمیدونم، اسپند چیه، خوراک این قوم خواهم ساخت و آب تلخ به ایشان خواهم نوشانید. خب اینم هدیه های آسمانی، مائده آسمانی به آقایان چی؟ صهیونیست ها. و ایشان را در میان امت هایی که ایشان و پدرانشان آنها را نمی شناسم پراکنده خواهم ساخت و شمشیر را در عقب ایشان خواهم چی؟ فرستاد تا ایشان را هلاک نمایم. من میگم این آیه تحریف نشده. الان به همین دریوزگی صهیونیست ها افتادن، چون که همونطور که قبلا هم تذکر دادیم
عرض کردیم یک چهارم از این توراتی که الان ما اون را احتمال میدیم که حدود یک چهارم همون آیات الهی باشه که تحریف نشده بله باشه، ولی سه چهارمش 100% تحریف بله شده بله. و لذا میفرمایید این آیه جزء اونهاییست که تحریف نشده. چرا؟ چون عملا که اینا اینطوریان، گرفتارن، پراکندن، هی جمع میکنن به فلسطین، ملت‌های مظلوم، مالکین اصلی سرزمین را قتل عام میکنن، اینها اونها را میکشن، اونها اینها را میکشن. حالا فلسطینی‌ها بندگان خدا یه دونه میکشن، اونها 200 را میکشن. در این حال آیه میگه ایشان را در میان امت‌هایی که ایشان و پدرانشان را نمیشناسند. بابا اینها در روسیه چکار میکنن؟ اینها در یمن چکار میکنن؟ اینها در اتیوپی چکار میکنن؟ اینها در دنیا هستن. میگه من خدا یه توسری به اینها دادم، بین ملت ها پراکنده و آواره کردم که اون ملت ها اینها رو اصلا نمیشناسن. این الان عملا اینطوری هست یا نیست؟ به تعبیر قرآن ضربت علیهم الذلت و المسکنه، این متن قرآنی که با این آیه تطبیق میکنه، این آیه درسته. خب آخرین آیه رو بخونم و توبه بل و تو به ایشان بگو یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید ملعون باد کسی که کلام این عده را نشنود، سخنان اون عده را بشنود. حالا اما نشنیدن بلکه پیروی بل سرکش دل شریر خود نمودند و فتنه در میان مردان یهود را و ساکنان بله یهود و ساکنان اورشلیم پیدا شده است. فتنه در میان اینها و ساکنان بیت المقدسی که امروز هم داریم میبینیم. این آیه هم تحریف نشده. خب این هم باب بله 9 آیه 11 از آیه 3 تا آیه 9. خب این بخشی از عهد عتیق است که وهابیون و سرانشون اهل بیت را کشتن، اینها بیاد جای قرآن. خب برگردیم به مطلب اصلی. محور شرح ابن ابی الحدید معتزله سنیست. ایشون شرح 20 جلدی نوشته به نهج البلاغه، ببینیم نظرش چی هست. اعترافات به انحرافات. قال ابو جعفر الاسکافی، بنده عرض میکنم متواترن در متواتر، هیچ یکی از علمای محترم اهل سنت هم رد نفرموده که چی؟ معاویه به سمرت ابن جنده، بعضی ها میگن 100، بعضی ها 200,000، بعضی ها میگن چی؟ 300 تا 400,000 چی داد؟ درهم پول داد، برو آیه مخصوص مؤمنین را در حق ابن ملجم جعل بکن، بگو رسول خدا میگه این آیه که در حق مؤمنین واقعیه یعنی ابن ملجم، اون آیاتی که نازل شده در رابطه با دشمنترین علد دلخسام، دشمنترین دشمنان خدا، بگو رسول خدا گفته منظور امیر المؤمنینه. حالا جالب. بله بله جالب جناب استاد که این میگن دروغگو حافظه نداره. بله. این معاویه گاهی احادیثی رو با پولهای کلان سعی میکرده علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام جعل کنه، غافل از این که کتاب خدا پر و آکنده است از مدائح و فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب. آه. به حدی که فضائل و مناقب شرق غرب عالم رو فرا گرفته. الان میرسیم به عبارتی که همین جمله است، این الهام انگار، چون میرسیم توانی که با هم نداشتیم. الله اکبر. خب ببینید همین عبارت اگر امروز برسیم، اینه ابن ابی الحدید میگه اگر نبود مناقب و فضائل علی مواج بود، اینها شب روز بر ضد علی تبلیغ کردن. حتی علی مسئله میگفت، راوی نمیگفت قال علی، میگفت قال ابو زینب، اسم علی را نمیتوانست ببره. الله اکبر. خب و به تعبیر خلیل ابن احمد فراهیدی گفتن علی را معرفی کن، یه جمله زیبایی داره، گفت ماذا اقول فی رجل، چه بگم درباره اون کسی که دوستانش از ترس و دشمنانش از روی حقد و کینه‌توزی و حسد مناقب و فضائلش را کتمان کردند و او بین ذا و ذین قد ملأت مناقبه الکافقین. بین اون کتمان و این پنهان
مناقب و فضائل شرق و غرب عالم را پر کرده است. یعنی ترس از دشمنان علی باعث شد دوستانشون فضائل علی را نتوانند هم بگوید. دوستان کتمان میکردن هم دشمنان. بله. ترس یعنی ترس از دشمن. بله. بله. احسن. ببینید این مطلب که یک انسان همه علمای اهل سنت قبول دارن ثمرت ابن جندب همون کسی است که قاعده چی لا ضر و لا ضرار فی الاسلام در حق ایشون صادر شد دیگه. هر چه پیغمبر فرمود آقا درست درخت شما در حیات فلانیه بدون یا الله گفتن نرو حیات مردم ناموس مردم تو حیات بله. قبول نکرد خونه مردم میشد و میگفت درخت خودمه. بله هر چه پیغمبر امتیاز داد قبول نکرد دستور داد چی بکنید. این آدم 400 بعضیا نوشتن 300 تا 100 هزار حداقل نوشتن رشوه گرفت به زبان پیغمبر افترا زد قرآن را عوضی تفسیر کرد به ضرر امیرالمومنین و به نفع ابن ملجم. این آقا از عدالت نیفتاده از راویان سهاست است. واقعا جای سوال هست از علمای محترم یک سوال جهان اهل تسنن ده سوال صد سوال که ایشون با این سابقه که قاتل خلیفه چهارم شما را این گونه اتهام میزنه اون وقت باز هم جزء موثقین و معتمدین صحیح بخاری است. آیا برای خود شما سوال پیش نمیاد؟ این جمله میگم که شما گفتید رسیدیم به همون قال ابو جعفر الاسکافی فی کتاب تفصیل وقد صح ان بنی امیه منع من اظهار فضائل علی علیه السلام. میگه واضح است بنی امیه ممنوع کردن از اظهار و نقل فضائل امیرالمومنین و ما بله و عاقبوا علی ذلک الراوی له شکنجه می کردن مجازات می کردن اگر کسی می گفت علی فضیلتی داره حتی ان الرجل اذا روا عنه لا یتعلق به فضله بله بل به شرایع دین لا یتجاسر علی ذکر اسمه فیقول عن ابی زینب. میگه حتی اگر مردی روایت نقل میکرد که ربطی به علی و فضل علی نداشت مسئلتون شک کردن بین سه و چهار بنا را بذار بر چهار به علی ربطی نداشت سلام الله. اگر کسی چون این مسئله را از امیرالمومنین نقل میکرد که حاکی از فضیلت علی نبود مسئله شکیات مسئله شرعی بود بله. این رو هم نمیتونست بگه علی فرمود علی باید میگفت ابو زینب که معلوم نباشه مثلا بله. اینها میگن علی کرم الله وجهه بعد از 1400 سال بزک میکنن آقا ما کودتاگران دیروز نیست. اسم و نام علی علیه السلام جرم بود در بله. زمان حجاج آمد گفت آقا چرا نامت علیه؟ میگفت من گناهی ندارم پدرم این جنایت رو در حق من کرد. یکی ترسید آمد گفت که حجاج ظاهرا به حجاج گفت من فردا معلوم بشه اسم من علیه نکشا. گفت چرا؟ گفت اسم من مصغر علیه علی نیست علی همون طوری که رجل مصغرش چی میشه؟ رجیل. رجیل اسم من علیه در نوشتن علی می نویسه من نکش. این آقایان وهابیون لشکر تا دندان مسلح سقیفه بودن جهت جنگ با حتی اسم آثار لا یبقا لهم عین ولا اثر عین اثری از اهل بیت باقی نماند. یعنی وقتی ما میگیم علی علیه السلام در حقیقت باید بگیم نفس پیامبر دیگه طبق بله. نص صریح قرآن بله. جلد 4 صفحه 73 از کتاب شرح ابن ابی الحدید ببینیم این روایت چیه. یک نفر عصبانی شد به نام عبدالله ابن شداد ابن حادی الحادی گفت به خدا قسم میخوام یک روز از صبح تا شب فضیلت علی را بگم تا بمیرم. یعنی منو بکشن اگر یک روز از صبح تا شب منبر بره راجع فضائل علی آخرش میشه؟ باد و باد دیگه میگم تا کشته بشم. وددت ان اترک علاقه داشتم رهایم کنن فا احدث به فضائل علی اینقدر آزاد بشم خودم را چی به خودکشی نزدیک بکنم چیکار کنم فضائل علی را چی نقد کنم یوما
بله الى لیل از صبح تا شب از فضائل علی نقل بکنم و ان اونقی هازه ضربت به سیف و این گردنم بعدش گردنمو زدن اشکال نداره. خب از چه حکایت میکنه؟ کار به این محتوا ندارم. جلد 4 صفحه باز 73. اگر کسی بگه امیرالمومنین آدم خوبیه چی میشه؟ اعدام میشه. چرا؟ از اون جو خفقانی که بر ضد علی ابن ابی طالب این کتاب بس. کتاب وهابیون نیست؟ این سرمایه علمی شما نیست؟ شما ما که موظفیم از طرف اهل بیت به شما بگه مسلمان مثل شما نیستیم تکفیر کنیم. آی مسلمان، تمام خاندان پیغمبر را مسلمان ها کشتن، از این تیپ هستید شما. همینجا اجازه بدید که جناب استاد، چون که حدیث کامل شده، یک میان برنامه داشته باشیم و مجددا بازگردیم. بینندگان عزیز و گرامی، انشاءالله تا دعایی برای ظهور حضرت حجت میفرمایید و چند صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستید، میان برنامه کوتاهی رو میبینیم که امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کاخ بنا نشده ویران شد. عن عامر شعبی ان عمر بن خطاب حصر قریش فی المدینه و قال لهم ان اخوف ما اخاف علی هذه الامه انتشارکم فی البلاد. شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 159. یعنی عمر گفت به نظر من خطرناکترین کار برای امت اسلام این است که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در کشورهای مختلف منتشر شوند. بدین ترتیب نخستین پرسشی که به ذهن می آید این است که اگر اصحاب در سراسر جهان منتشر شوند چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ این پرسش را حقایق اتفاق افتاده پس از عمر داد و مشخص شد چرا عمر از انتشار اصحاب در سراسر جهان وحشت داشته است. توجه کنید، قال ابو جعفر الاسکافی یا ابو جعفر نقیب بصره و کان اول منکر ظهر بالمدینه فی خلافت عثمان حین فاضت الدنیا علی العرب و المسلمین طیران الحمام و المسابقت بها و الرمی عن الجلاهقات. شرح ابن ابی الحدید سنی جلد 2 صفحه 159. یعنی نخستین ثمره ای که از خلافت عثمان که منصوب به عمر بود برای اسلام و مسلمین حاصل شد، مسابقه و برد و باخت از طریق کبوتربازی و تیراندازی با نوعی از فلاخن بوده است. عاقبت حکومت اسلامی که عمر با نسب عثمان بنا کرده بود این شد که کتب جمع من اهل المدینه و غیرهم الی من بالآفاق ان کنتم تريدون الجهاد فهلموا الینا فان دین محمد قد افسده خلیفتكم فاخلعوه. شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 149. یعنی عده ای از اهل مدینه و سایر مسلمانان به تمام مسلمانان جهان نوشتند اگر غرض شما جهاد و کشتن دشمنان اسلام است، برگردید عثمان خلیفه منصوب عمر را بکشید که هندوانه از سرش پوسیده است. مسلمانان مصر پاسخ مثبت داده با همکاری انقلابیون مدینه عثمان را کشتند و ثابت کردند دشمن در سقیفه به درون اسلام نفوذ کرده و غرض شخص عمر از منع انتشار اصحاب در سراسر جهان این بوده که مانع انتشار فساد خلافت در سراسر جهان اسلام شود و با قتل عثمان و افشا شدن فساد لایه‌های درونی خلافت سقیفه‌ای این طرح ناکام ماند و کل جهان اسلام با فساد موجود در درون خلافت سقیفه‌ای آشنا شده به صورت دست جمعی و موجوار به سوی خانه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام سرازیر شده و از ایشان درخواست کردند خلافت مسلمین را پذیرفته و اوضاع جهان اسلام را به فضای عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگرداند. والعاقبت للمتقین.
بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که این میان برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. با برنامه سرزمین عشق همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. فقط این تذکر کوتاه رو خدمت عزیزان داشته باشم که اگر احیاناً بینندگان عزیز موفق نشدن این جلسات ما رو دنبال بکنن از شبکه امام حسین علیه السلام، انشاءالله میتونن با مراجعه به یوتیوب اونجا برنامه ها رو دنبال کنن. بحث رو ادامه میدیم. بحث ما از تیه و سرگردانی امت اسلام پس از پیامبر هست و به ویژه سخن ما در این جلسه از شواهدی از دشمنی های با امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. بله، رسیدیم به این بخش. ابن ابوالحدید در جلد 4 صفحه 73 باز عبارتی داره، من عبارت را بخوانم. قال: فالاحادیث الوارد فی فضله علیه السلام لو لم یکن فی الشهرت والاستفاضه و کثرت النقل الى غایت بعیده لنقطع نقلها للخوف و تقیه من بنی مروان. اگر نبود اینکه احادیث وارده در فضیلت علی بن ابی طالب آنقدر زیاده در اثر خوف از بنی مروان، قطعا چی میشد؟ از بین میرفت. ولی عبارت جالب اینه: ولولا ان لله تعالی فی هذا الرجل علیه السلام سرا یعلمه من یعلمه لم یروا فی فضل حدیث ولا عرفت له منقبه. اگر نبود اینکه خداوند متعال نظر خاصی روی این مرد بزرگ علی ابن ابی طالب وجود داشته، صاحبش میداند، اهلش میداند، اگر نبود خدا نظر خاصی داشته راجب علی ابن ابی طالب، هیچ فضل و منقبتی در جهان منتشر نمیشد، چون حاکمان همه دشمنان ایشان بودند. این نوشته کیه آقای شهیدی عزیز؟ یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام ابن ابوالحدید معتزلی. خب آقایان وهابیون یقه شیعه ها رو رها کنن. بارها گفتیم، الان هم تکرار میکنم برای چندمین بار، هیچ اثری از شیعه اگر در کتب شیعه نباشه یا در اثر حادثه خدا نخواسته منابع شیعه هم از بین بره، تمام اونها از منابع اهل سنت قابل چی؟ تدوینه. آقا اعتراف کردید دیگه، بس کنید دیگه، قبول کردید شما دشمن بوده اید، شما ضد بوده اید، روایت جعل کردید، اعتراف کردید، خاندان پیغمبر را قتل عام کردید، اعتراف کردید، رفتید مسئله نفهمیدید، پرسیدید، اعتراف کردید، فتوای متناقض صادر کردید، اعتراف کردید، ابو حنیفه 70,000 از طریق قیاس خودتون گفتید روایت ساخته بود، ببخشید، فتوا ساخته بود، اعتراف کردید، عمر راجع به ارث پدر بزرگ 109 فتوای متناقض داده، اعتراف کردید. خب ما را رها کنید، برگردید به خاندان، به رشدتون برگردید. بله. وقت این اعتراف ایشون اینجا خیلی جالبه، این نکته ای که ایشون میگه که عنایت خاص الهی اگر نبود. لا احسن. یعنی همون طوری که در قرآن نحنو نزلنا الذکر، نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما حافظ قرآن هستیم، همونطور هم خداوند حافظ مناقب و مناقب علی ابن ابی طالب بوده و هست. البته باز هم به دلایل احادیث شریف پیامبر که فرمودن علیون مع القرآن و القرآن مع علی و همینطور از این نوع احادیثی که بالاخره به ما رسید با این کتاب. توجه خوبی داشتید. ایشون میگه که نظر خاصی از طرف خدا روی علی ابن ابی طالب بوده. 70 سال لعن بکنن. بله. و این همه مسائلی که شما برشمردید، 83 سال شد. بله، باز هم امروز تمام. بله. جهانیان در برابر علی علیه السلام خضوع و خشوع بکنن. این عبارت چون طولانیه، سطر اول را بخوانم. ذکر جماعت من شیوخنا البغدادیین
تعدادی، نه یک نفر، تعدادی جماعتی از علمای بزرگ بغدادی، من، ما، یعنی شرع ابن ابی الحدید سنی، ان عدتن عن الصحابه و التابعین و المحدثین کانو منحرفین عن امیر المؤمنین علی علیه السلام. ادی از محدثین، صحابه و تابعین چی بودن؟ دشمنش، منحرف بودن. میگه طولانیه، ایشون بلند شد در یک جلسه، یعنی امیر المؤمنین، گفت آقایان هر کس در غدیر خم بوده بلند شه تایید کنه. 12 نفر بلند شدن، گفت ما بودیم، رسول خدا شما را به عنوان مولای امت معرفی فرمود، اونم مولای از نوع مولویتش، من کنتو مولا. بله، این فرق داره با مولویت دیگر. من مولویتم با امت از چه سنخی بوده ای امت؟ همون اطیع الله و اطیع الرسول. آفرین. فعلیون مولا از این سنخ مولویت من مولاست. روشن شد قضیه؟ ایشون میگه علی فرمود هر کس بوده بلند شد. 12 نفر بلند شد. بعد انس ابن مالک که خادم شخص رسول خدا بود و منافق بود در باطن، ایشون بلند نشد. گفت خب شما که بودی که؟ گفت من پیر شدم، پیر شدم یادم نیست. بله نسیتو من، بله کبرتو و نسیتو، من پیر شدم درست یادم نمیاد. بله. علی فرمود امیدوارم انشاءالله دوچار مرض چی برست و جزام بشوید. بعد نوشتی بله نوشتی گرفتار بشی که لا تستر حال امامه. احسن. که حتی امامه هم بپیچی به سر خودت، این پی سی نمایان باشه. آقایان اهل سنت نوشتن، همشون که این قضیه رو نوشتن، نوشتن دوچار شد و در آخر هم پشیمان شده بود. شخصی رفت گفت اینی آلیتو. بله گفتن وضعت چیه؟ حالت خوب آقای انس فضیلت علی را کتمان کردی؟ بل. قال اینی آلی تو ان لا اکتم حدیثن سوئل تو ان، دیگه تصمیم گرفتم بعد از این هر کس هر چیز پرسید واقعیت ها را بگم. فی علیین بعد یوم الرحبه، اون روزی که علی این نفرین را کرد، بعد از اون همه چیز را میخوام بگم. خب ذالک رأس المتقین یوم القیامه، یعنی چه؟ علی سرسلسله تقوا پیشگان خواهد بود در روز قیامت. سمعته بله والله من نبیکم. حالا خوب شد، حالا میگه به خدا قسم من این رو از پیغمبر شنیدم. خب حالا حافظش اومد سر جاش. بله حالا فهمید. بعض علمای اهل سنت مرقوم فرمودن زید بن ارقم هم نفر چی دیگری بود، اونم بلند نشد. قال علی علیه السلام تو چرا نشستی؟ شما که بودید. ایشون هم بالاخره سکوت کرد. علی علیه السلام گفت خدایا ایشان را گرفتار کن از چشمش. میگه چیز فعمی فکان یحدث الناس بالحدیث بعد ما کف بصره، همین که با نفرین علی ابن ابی طالب نابینا شد، بعد از اون مثل انس ابن مالک شروع کرد واقعیت ها را چی؟ بیان کرد. این ها اهل سنتن، این حقایق را نوشتن. آقای وهابی، شخصی ببینید جریر ابن عبدالله، شخصیه رسول خدا نعلین داد، گفت اینا معجز بشه. من که حساب کردم بیش از 500 مورد معجز ثبت شده در کتب اهل سنت. این که دارم بگم قطعی نیست، شاید بیشتر بشه شاید کمتر بشه، اما حدودش از این معجزات. فرمود این دو نعلین آیه باشه برای تو، یکی را یه جا گم میکنی، دومی را گم کردی من آغاز انحرافته. حالا چی میگه؟ چی نوشت اهل سنت نوشتن؟ این آقا قال رسول الله احتفظ بهما، اینا نگه دار، فإن ذهابهما ذهاب دینک، اگر هر دو را گم کردی اون روز لامذهب خواهی شد. معجزه اینها. بله فلما کان یوم الجمل ذهبت احداهما، در جنگ جمل چی؟ یکیش از دستش رفت، گم شد. فلما ارسله علی علیه السلام الى معاویه، یه نامه نوشت داد بیشون به همین آقای جرید، برو بده به معاویه. ذهبت اخرى، اون روزم یکیشو گم کرد. ثم فارق و اعتزل الحرب، دیگه از اونجا از علی بن ابی طالب چی؟ جدا شد و رفت. رسول خدا فرموده بود دومی را گم کنی، دیگه شما علی را هم ترک میکنی و ترکم کرد. خب
اینها حقیقت هایی است در ده ها و صد ها و هزاران کتاب نوشته آقا سقیفه کودتا بوده بر علیه امیرالمومنین و در حقیقت بر علیه خداوند متعال و بر علیه پیغمبر خدا. بله پیغمبر خدا. خب اشعث به علی گفت که ان الناس یزعمون ان رسول الله احد الیک عهدا لم یعهد له غیرک. ما الان بحثا شد جای داریم دیگه علم اهل بیت. بله جایگاه اهل بیت، جایگاه اهل بیت از دیدگاه چی؟ اهل بیت. اهل بیت اینجا میگه اشعث به امیرالمومنین گفت بین مردم شایع شده رسول خدا عهدهای علومی در اختیار تو قرار داده، کسی نمیداند. گفت بله. گفت خواهش میکنم اون سرت را ببر به امیرالمومنین. گفت اشعث اون سرت را برباد میده، به درد تو نمیخوره، بینداز بیرون. اسمی که علی گذاشت بر سر این آقا، بر این آقا، این چیه؟ بله این عبارت اینه: قال له علی فرمود و ما علمک بما علی من مالی، از کجا میدانی این کتاب به ضرر منه یا نفع منه؟ منافق ابن کافر. منافق بوده باباش هم چی؟ کافر بوده. خب این آقا کیه؟ یکی از روات نیست؟ یعنی واقعا جناب استاد انسان وقتی این حقایق تاریخی رو میخونه اهل سنت نوشتن، بله حقیقتیه، به این نتیجه میرسه که واقعا رسول خدا و امیر مؤمنان علی علیه السلام نمیدونم چه تعبیری به کار بره، با چه جور انسان‌هایی طرف بودن و دشمنان اینها و مخالفین اینها چه افراد پست و بی ارزش و پایین و بی درک و نمیدونم انسان چی بگه. الان عبارتی بخونم ببین. یعنی در برابر یک شخصیت مانند امیرالمومنین با اون عظمت انسان امروز آرزو میکنه ای کاش بود زانو میزد و علم و ادب و اخلاق میآموخت. اون وقت اینها یک همچین افرادی که مثلا مسئله رو خیلی به صورت مسخره ادعای علم داری، همون آقای جریر و اشعث، این دو نفر که صحبت کردیم، یکی لنگ کفش رو گم کرد شد لامذهب، یکی هم که امیرالمومنین گفت منافق ابن کافر. اینها از کوفه داشتن میرفتن غیبت امیرالمومنین را میکردن، یک سوسماری در رفت چون نمیشه ترجمه کرد، فقط اشارتن. بله. اینها خطاب به این موجود خزنده چیزی گفتن به علی بن ابی طالب رسید که شما را تشبیه کردم فلان، بعد گفتن دست بده با تو بیعت کنیم، با سوسمار بیعت. بله کنی. اون وقت علی بن ابی طالب فرمود، اتفاقا اونها در همون قیافه روز قیامت چی؟ مشهور خواهند شد. اینها راویان اسلامن. الله اکبر. اینها بانیان اسلام، آقایان چی؟ وهابیون. این کتابها کتابهای اهل سنت و جماعته. چقدر وقت داریم دوستان؟ به شما دوستان اگه تذکر به ما بدن از وقت خوبه. همین این جناب استاد که اشاره می‌فرمایید، مثلا دو نفر رد میشن به سوسمار میگن بیا با تو بیعت کنیم. بله. این هم مسخره امیرالمومنان علیه اعوذ بالله، هم مسخره به پیغمبره، چون پیغمبر حدود 10 دقیقه جناب استاد وقت داریم. بله. پیغمبر در روز عید قدیر خم، خب بالاخره علی علیه السلام را معرفی فرمود و از مسلمین خواست که با او بیعت بکنن. شما کتاب طهارت، باب غسل جنابت و نماز و تشییع جنازه وسائل شیعه، شیعه شیخ حر عاملی، شیخ اون رو بخوان، و کل کتاب‌های اصلی طهارت و نماز بر میت و جنازه رو از کتب اهل سنت مثل بخاری و مسلم اینها رو. یک قضیه هویدا میشه، رسول خدا کنار دیواری نشسته بود، جنازه یهودی رد شد، رسول خدا به خاطر اینکه از بالای سر او تفوق پیدا نکنه بلند شد، نه به احترام. امام صادق میگه به این دلیل رسول خدا چی؟ بلند شد که زیر پا نمانه که پیغمبر زیر پای جنازه چی؟ یهودی بمونه، برای عزت. این را تبدیل کردن به قصه عریض و طویل و عمیق. آقا هر جا جنازه بیاد، خاصه یا حتی جنازه یهود، باید مسلمان چی بلند شه. ببین اینجا چی نوشته: قال زید بن وهب تذاکرنا القیامه اذا مرت الجنازه،
عنه علیه السلام، از بحث میکردیم راجع به موضع علی ابن ابی طالب راجع به عبور جنازه و وظیفه انسان در قبال جنازه ما نوشتیم، یعنی جنازت یهود بعدم معلوم میشه. فقال ابو مسعود انصاری از انصار بود، از ناسبی های قسم خورده بود، غیر از ابن مسعود، ابو مسعود با ابن مسعود که نور چشم رسول اشتباه نشه، ابو مسعود انصاری غیر از ابن مسعوده، ابن مسعود نور چشم رسول خدا بود. قد کنا نقوم، صحبت کردیم گفتیم ما بلند می شدیم در مقابل این جنازه ها. فقال علی زاکه و انتم یوم ازن یهود، عبارت تمام شد، بلی شما در قبال یهودیان بلند می شدید، اما اون روز شما که این کار را کردید چه بودید؟ خودتون یهودی بودید. یهودی بودید. سوال این است که گیر دادن که رسول خدا چون در موقعی از مواقع یک بار جنازه یهودی رد شده، ائمه تفسیر کردن رسول خدا نشسته بود، چون ارتفاع اون تفوق پیدا نکنه به سر مبارک رسول خدا، رسول خدا بلند شد. آقا تبدیل کردن به این که وظیفه هر مسلمان استقبال بفرماید از چی؟ جنازه صهیونیستا. یعنی این رو بهانه قرار دادن برای فضیلت و منقبت تراشیدن برای صهیونیست. دو تا نکته است، اگر من دیر برسم آدم گاهی عجوله که مطلب را نمیدانم فردا زنده هستم یا زنده نیستم. یکیش را تونتون بخوانم. بله، آقای علا ابن حریز القشیری روا ان رسول الله قال لمعاویه، رسول خدا به معاویه فرمود لتتخذن یا معاویه البدعته سنه والقبیحه حسنا اکلوک کثیر و ظلمک عظیم. روشنه؟ بله، حدیث شریف پیامبر به معاویه. بله، ای معاویه بدعت را، انحراف را به جای سنت من قرار میدی، قباحت را این باز انحراف را به عنوان حسن جا میزنی، به عنوان خوبی. بله، و هی میخوری آنچه که زیاد می، یعنی آنچه که زیاد انجام میدی خوردن، و ظلم تو عظیم. جلد 4 صفحه 79. اینجا من عجله داشتم برسم به اون روایت را کلیش رو بگم، شاید فردا مفصلش رو بگم. رسول خدا چوب دستی دستش بود، سر چوب دستی را آرام گذاشت روی سینه بطن، نوشته روی بطن چی؟ معاویه. گفت مردی از امت من با تمام مشخصات که همه را معاویه داشت، بله، با چوبم اشاره کرد این، وزع جریدته علا چی؟ بطنه، یا درته علا بطنه. گفت این آدم عوضی لامذهب خواهد مرد. این کتاب آقای چیه؟ ابن ابوالحدیده. و این آدم این رو نوشته، از علمای ما قبل نقل کرده. امروز وهابیون به معاویه میگن چی؟ رضی الله عنه. چرا این همه تعصب؟ یک صدم تعصب که بر معاویه و مروان دارید به رسول خدا چرا ندارید؟ بالاخره اگر رسول خدا را قبول دارید، این احادیث رسول خدا راجع به معاویه است، پس شما هم باید طبق این احادیث رسول خدا از معاویه بیزار و بری باشید. بله. و تبری بجویید. بله. وقتی تبری نمیجویید و اظهار ارادت میکنید، معناش اینه، معناش اینه دشمن رسول خدایید. بله. ولی اینو رو نمیکنید، به زبان بیان نمیکنید. آن کسی که خاندانش قتل عام شد رسول خدا بود، توسط کی؟ بنی همین بنی امیه و بنی مروان. احسن. آن کسی که قرآن آورده بر بشر رسول خدا بود. آن کسی که خلقون از این مال او بود رسول خدا بود. آن کسی که عفو و اغماض و ادب بر بشر آورد و رحمت آورد رسول خدا بود. حالا کار من اخلاق. آن کسی که راندخار بود معاویه بود. فرزند نانجیبی به وجود آورد مثل یزید، معاویه بود. آن کسی که بیت المال را خوردن بردن نابود کردن، که بود؟ معاویه بود. منسوب به 4 پدر بود. بله، آن کسی که 4 به 4 پدر منسوب بود معاویه بود. اما اینها تمام هم غمشون معاویه است. چرا این همه
زحمت مال رسول خدا بود، کرامت از او بود، چرا تعصب اون را ندارید؟ آقا دختر او را کشتن. جناب استاد سنخیت دیگه، سنخشون با اون میخونه، چون فرمود در احادیث شریف اهل بیت الناس و معادن که معادن الذهب و الفضه، انسان ها مثل معدن میمونن، یکی معدن تلاست، یکی معدن زغال سنگه و یکی بالاخره و معادن مختلف. ظاهرم 5 دقیقه وقت داریم، انشالله وقت داریم، دوستان یه تذکری به ما بدن راجع به وقت. ممنون. در هر جلسه دهه دوم اصل بر این است که به دستور پیغمبر عمل کنیم. فرمود دیگران خیال نکنن فقط امت، اکثریت امت من غیرشیه در تیه و بحرانه، راه را گم کرده. همه این طورین، حتی اونایی که احساس میکنن چی؟ برندن. امروز خیال میکنیم غربی ها خیال میکنن چی هم؟ برنده. معناش این نیست که دنیای اسلام مشکل نداره. ما نمیخوایم بگیم دنیای اسلام دیگه مطلوبه، نه، ما خودمون مشکل داریم، اون که قبول داریم. اما واقعیت ها را بخوانیم، 1971 90% معاملات مالی بین المللی ناشی از اقتصاد واقعی یعنی سرمایه گذاری تجاری یا دراز مدت بود، 10% آن ناشی از معاملات سوری بود. اما در سال 1990، 19 سال بعد، قضیه به عکس شد. 90% گردش روزانه معاملات اون آقایان چیه؟ سوریه. کذبه. هیچ معامله واقعی صورت نمیگیره مگر 5%. کجاست این قضایای آقای بهره‌کشی از مردم؟ اسم کتابه، اسم کتاب بهره‌کشی از مردم، مال آقای نوام چامسکی، نقاد سیاست خارجی آمریکا، زبانشناس مشهور، زنده. صفحه 26. از سال 1980 تا 1991 میشه 11 سال تعداد زندانیان تنها یک ایالت آمریکا به نام کالیفرنیا 4 برابر شد. اصل اطلاعات مال مانوئل کاستز، صفحه جلد 3 صفحه 170. در آمریکا 9 میلیون نفر بی خانمانند فعلا و 7 میلیون نفر هم در 7% مردم آمریکا هم در طول عمرشون بی خانمانی را تجربه کردن. عصر اطلاعات جلد 3 صفحه 160. 22% کودکان آمریکا در فقر مطلق به سر میبرند، بالاترین آمار در دنیای چی؟ صنعتی. عصر اطلاعات جلد 3 صفحه 186. فقر جوامع شهری آمریکا هر روز عمیق‌تر می‌شود. عصر اطلاعات جلد 3 صفحه 95. زیر سایه رهبری آمریکا 800 میلیون نفر کودک در دنیا گرسنه‌اند، 18 میلیون نفر در اروپا بیکارند. در اروپا 70 میلیون نفر در شرایط چی؟ مخاطره آموزی زندگی می‌کنند. مدرک لوموند دیپلماتیک سپتامبر 1999. دانش آموزان ژاپنی، کجا نوشته این که دارم میخوانم اول مدرک نشان بده؟ آقای لستر تارو، اقتصاددان درجه یک حزب دموکرات آمریکا، کتاب رویاروی بزرگ، بله، از صفحه 319 تا 357 خلاصه اینه. دانش آموزان ژاپنی هفته 5 برابر همسالان امریکای خود برای انجام تکالیف درسی وقت صرف میکنند. دانش آموزان آمریکا 1/3 دانش آموزان سوئیسی کتاب میخوانند. حدود 3 دقیقه وقته. بله، همین مقدار. آقای کریستوفر فرنز، اقتصاددان آمریکایی ظاهرن یا اروپایی، چون نمیدونم کجاییه، گفت حالا صندوق بین المللی پول پس از کلاهگذاری بر سر دنیا به نام برتون ووز تونستن ارتباط طلا و چی؟ اسکناس چی کنن؟ جدا کنن. با وجود این، صندوق بین المللی پول یکی از بازوان سیاست خارجی امریکا هست، به این وضع افتادیم. توجه کردید؟ بله. بله، بزنس ویک، بله، 4 اکتبر 1999. یک جمله هم اینجا بخوانم. 2 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. بله. گفتن که
خیلی اصرار دارن چرا دنیای اسلام، چرا ائمه اجازه نمیدن به یک سلسله آهنگ ها. دیروز یه چیزی گفتم، عرض کردیم امام رضا فرموده هنر باید در خدمت چی؟ منافع بشر باشه. هر آهنگی که مفسد باشه، هر آهنگ بلا استثنا چیه؟ ممنوعه. هی میگید آقا چرا شما اگر میرفتید شما آخوندها دنبال این علم، بنده میگم آقا میدونیم، شما برو اون چی که من میگم به اون آدرس عمل کن، بعد من فتواشو برای از علما برای شما بگیرم. برو نوت می روی فرکانس چی دقت کنید، موج فرکانس 528 شما امواجی درست کن، اون وقت استفتا کن من جواب بگم هست اسلام نظری دارد مثبت هست یا نه. کمتر از یک دقیقه وقت. تکرار میکنم، برن آقایانی که اهل پیانوان بلدن، ماها که تو اون وادی نیستیم. نوت می فهمیدن چی میگم؟ فرکانس هم گفتم شمارشو 528. شما بیایید اگر از این فضا چیزی ساختید، شاید اصلا بنده از امضا کنندگان باشم، شما اون چی که میفرستید این فرکانس ها خانه خراب کنه. گرفتی آقا، پس بلد آخوند، اما اون راهی که رفتی راه به چی؟ ترکستان کعبه نیست. احسنتم، طیب الله انفاسکم. متشکر بینندگان عزیز و گرامی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، از شما عزیزان تشکر میکنم. شما را انشالله تا برنامه دیگری به خدای بزرگ میسپاریم با دعایی برای ظهور حضرت حجت علیه السلام. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. یا علی مدد. در سوقاتم چیست بگذارید که با شرم و حیا برگردم؟ از خدا آمدم تا به خدا برگردم، از چرا از سفر شرم و بلا سرم آب نریزه ای مادر، وطن مادریان جاست چرا برگردم؟ وطن مادریان جاست چرا پرواز به سوی غم دیگر دارم، میروم شام مگر با او سرا برگردم. دل بیمار فقط از تو شفا میخواهد، با که گویم که دلم کرد